اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره انفال، ابتدای سوره انفال. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای رسول ما، چون امت از تو حکم انفال را سوال کنند، یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمینهای خراب بی مالک، معادن، بیشه ها، فراز کوه، کف رودها، ارث کسی که وارث ندارد، قطایع ملوک، خلاصه ثروتی که بی رنج مردم حاصل شود. جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است. در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید. در این گونه امور از خلاف در امر انفال و تقاضای بیجا و طمع و حرص و نزاع و تفرقه بپرهیزید، بلکه در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید. اگر اهل ایمانید، مؤمنان حقیقی آنان هستند که جون ذکری از خدا شود، از عظمت و جلال خدا دلهاشان ترسان و لرزان شود، و چون آیات خدا را بر آنها تلاوت کنند، بر مقام ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل می کنند و نماز را با حضور قلب به پا می دارند و از هر چه روزی آنها کردیم انفاق می کنند. آنها به راستی و حقیقت اهل ایمانند و نزد خدا مراتب بلند و آمرزش و روزی نیکو مخصوص آنهاست. چنانچه خدا تو را از خانه خود به حق بیرون آورد و گروهی از مؤمنان سخت رأی خلاف و کراهت اظهار کردند، و تو به مخالفت آنها از حکم حق باز نگشتی و هجرت گزیدی. در امر انفال و غیر آن هم به خواهش مردم توجه مکن، پیرو امر خدا باش و از خلق خدا ابدا اندیشه مدار. و مردم نادان در حکم حق و طاعت خدا با آنکه حق آشکار و روشن گردید، با تو جدل و نزاع خواهند کرد و چنان حکم حق و طاعت خدا بر آنها دشوار و سخت است که گویی
معاینه می نگرند که آنها را به جانب مرگ می کشند. ای رسول ما، به یادار هنگامی را که خدا به شما وعده فتح بر یکی از دو طایفه را داد و شما مسلمین مایل بودید که آن طایفه که شوکت و صلاحی همراه ندارد بی رنج و جهاد اموالشان نصیب شما شود و خدا می‌خواست که صدق سخنان حق را ثابت گرداند و از بیخ و بن ریشه کافران را برکند. تا حق دین و اسلام را محقق و پایدار کند و باطل را محو و نابود سازد، هرچند بدکاران و کافران را خوش نیاید. به یاد دارید هنگامی را که استغاثه و زاری به پروردگار خود می کردید که شما را بر دشمن غلبه دهد، پس دعای شما را اجابت کرد، وعده داد که من سپاهی منظم از 1000 فرشته به مدد شما می فرستم و این فرشتگان را خدا نفرستاد مگر آنکه بشارت و مژده فتح باشد و تا دلهای شما را مطمئن سازد و بدانید که نصرت و پیروزی نیست مگر از جانب خدا، که خدا را در تمام امور کمال قدرت و حکمت است. یاد آرید هنگامی را که خواب راحت شما را فرا گرفت و برای اینکه از جانب خدا ایمنی یافتید و از آسمان رحمت خود آبی فرستاد که شما را به آن آب پاک گرداند و وسوسه و کید شیطان را از شما دور سازد. و دلهای شما را به رابطه ایمان با هم متحد گرداند تا در کار دین ثابت قدم و استوار باشید. و یادار ای رسول، آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، مؤمنان را ثابت قدم بدارید که همانا من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان بزنید و همه انگشتانشان را قطع کنید. این کیفر کافران بر آن است که با خدا و رسول او سخت ضدیت و مخالفت کردند
و هر کس با خدا و رسول او راه شقاق و مخالفت پیماید بترسد که عقاب خدا بسیار سخت است. این عذاب مختصر قتل و اسارت را در دنیا بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب سخت آتش دوزخ مهیاست. ای اهل ایمان، هرگاه با تهاجم و تعرض کافران در میدان کارزار روبرو شوید، مبادا از بیم آنها پشت کرده از جنگ بگریزید. هر که در روز جنگ به آنها پشت نمود و فرار کرد به طرف غضب و خشم خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که بدترین منزل است خواهد بود، مگر آنکه از میمنه به میسره و یا از قلب به جناح برای مصالح جنگی رود، یا از فرقه به یاری فرقه دیگر شتابد. ای مؤمنان، به شما ببخشید. ای مؤمنان، نه شما بلکه خدا کافران را کشت. و ای رسول، چون تو تیر افکندی، نه تو بلکه خدا افکند و شکست کافران را خدا برای این خواست که مؤمنان را به پیش آمد خوشی بیازماید، که خدا شنوای دعای خلق و دانا به مصالح امور عالم است. این فتح و غلبه در جنگ به خواست خدا شما را نصیب شد و بدانید که محققاً خدا بی اثر کننده مکر کفار است. یعنی شما مؤمنان از مکر کافران میندیشید که خدا بنیاد مکرشان را ویران خواهد کرد. ای کافران، اگر شما از خدا فتح و نصرت می طلبید، اینک فتح کامل شما را رسید. اکنون اگر از کفر و عناد با حق دست بردارید، شما را بهتر است، و اگر دیگر بار باز آیید، ما هم شما را کیفر و عذاب کنیم. و هرگز جمعیت و سپاه شما هرچند بسیار باشد، شما را نجات نتواند داد، که خدا البته با اهل ایمان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و رسول را اطاعت کنید و از فرمان او سر نپیچید و آیات خدا را میشنوید. و شما مؤمنان چون منافقان نباشید که گفتند ما شنیدیم و به حقیقت نشنیدند،
بدترین جانور نزد خدا کسانی هستند که از شنیدن و گفتن حرف حق کر و لالند و اصلا در آیات خدا تعقل نمی کنند. اگر خدا به علم ازلی در آنها خیر و صلاحی می دید، آنها را شنوا به کلام حق می کرد. اگر هم به حق شنوا کند، باز از آن روگردان گردانند و اعراض کنند. ای اهل ایمان، چون خدا و رسول شما را به ایمان دعوت کنند، اجابت کنید تا به حیات ابد رسید و بدانید که خدا در میان شخص و قلب او حائل است و بدانید که خدا در میان شخص و قلب او حائل است و از اسرار درونی همه آگاه است و همه به سوی او محشور خواهید شد و بترسید از بلایی که چون آید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد، بلکه ظالمان و مظلومان همه را فرا گیرد. بترسید و بپرهیزید از بلا و فتنه تا به ستمکاران از شما نرسیده است و بدانید که عقاب خدا بسیار سخت است. و ای مؤمنان، بیادارید زمانی را که عده قلیلی در میان دشمنان بسیار بودید که شما را ضعیف و خوار در زمین مکه می شمردند و از هجوم مردم مشرک بر خود ترسان بودید. بعد از آن خدا شما را در پناه خود آورده و به یاری خود نیرومند و نصرت به شما عطا کرد و بهترین غنایم و طعامها روزی فرمود. باشد که شکر نعمتش به جای آرید. ای کسانی که ایمان آوردید، زنهار در کار دین با خدا و رسول خیانت مکنید و در کار دنیا با یکدیگر در صورتی که شما زشتی خیانت را به خوبی می دانید و محققا بدانید که شما را اموال و فرزندان فتنه و ابتلایی بیش نیست و در حقیقت اجر عظیم نزد خداست. ای اهل ایمان، اگر خدا ترس و پرهیزکار شوید، خدا به شما فرقان بخشد و گناهان شما را بپوشاند و شما را بیامرزد که خدا دارای فضل و رحمت بی‌منتهاست. ای رسول ما، بیادار وقتی را که کافران با تو مکر می کردند
تو را از مقصد خود که تبلیغ دین خداست باز دارند یا به قتل رسانند یا از شهر بیرون کنند. تو کار خود به خدا واگذار که اگر آنها با تو مکر کنند خدا هم با آنها مکر می کند و خدا بهتر از هر کس مکر تواند کرد. و چون بر آنان آیات ما تلاوت شود گویند ما این سخنان را شنیدیم، اگر ما هم می‌خواستیم مانند آن می‌گفتیم که چیزی جز سخنان افسانه پیشینیان نیست. و چون باز لجاجت کردند و گفتند خدایا اگر این قرآن به راستی بر حق و از جانب توست باز هم پیروی آن نخواهیم کرد، پس با این حال یا بر سرمان سنگی یا بر سرمان سنگی از آسمان بیار بر سرمان سنگی از آسمان ببار یا ما را به عذابی دردناک گرفتار ساز. ولی خدا هم تا تو در میان آنها هستی آنان را عذاب نخواهد کرد و نیز تا مادامی که از نافرمانی خدا پشیمان شوند به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز آنها را عذاب نکند. و آنها چه کردند که خدا عذابشان نکند؟ در صورتی که راه مسجد الحرام را به روی بندگان خدا می بندند، آنها را هیچ رابطه دوستی با خدا نیست که دوستان خدا به جز اهل تقوا نباشند. لیکن اکثر مردم از این مطلب آگاه نیستند. و نماز آنها در خانه کعبه جز صفیر و کف زدنی که خلق را از خانه خدا منع می کند چیز دیگری نیست. پس بچشید طعم عذاب را به کیفر آن که به خدا کافر شدید. کافران اموالشان را انفاق می کنند برای این مقصود که راه خدا را ببندند، پس به زودی مالهایشان بر سر این خیال باطل برود و حسرتش بر دل آنها بماند و آنگاه مغلوب نیز خواهند شد و آن کافران به سوی جهنم جمعا ره سپار می شوند تا آنکه خدا پلید را از پاکیزه جدا سازد و پلیدان را بعضی به بعضی دیگر در آمیزد و با هم گرد آورد، آنگاه همه را در آتش دوزخ افکند که آنها زیانکاران عالمند.